خدای تبارک و تعالی وقتی که یک چیزی را میخواد به یه پیامبری برساند چند راه داره. یکی از راه ها این است که مستقیم خدا وحی بکند به او، یعنی در دل او بندازه، مش میگن وحی. یک راه. راه دیگر این است که خدا صدا را بیافریند، با پیامبرش سخن بگوید، مانند حضرت موسی که خدای تبارک و تعالی با حضرت موسی سخن گفت و کلم الله موسی تکلیما. حالا خدا چطور با حضرت موسی سخن گفت؟ یعنی صدا را خلق کرد، حضرت موسی این صدا را شنید. به قول بعضی صدایی بود که من کل الجهات و به کل الجهات. اینم یک راه. راه سوم هم این است که خدای تبارک و تعالی فرشته بفرسته، مثل جبرئیل. در سوره شورا خدای متعال میگوید و ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری خدا با او سخن نمیگه رو در رو، چون که خدا اصلا جسم نیست که رو در رو بیاد با مردم سخن بگه. پس چگونه مطلب را به او میرسونه؟ و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، وحی یعنی در دل او بندازه، الهام بکنه. در جلسه گذشته یا قبلش گفتیم کلمه وحی این در اصطلاح متشرعه خاص شده به اون چیزی که خدا در دل پیامبران میندازه. اگر در دل ائمه یا غیر پیامبران یک مطلبی را میندازه بهش وحی نمیگن، یعنی بعد از پیغمبر خدا حضرت موسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، قبل از حضرت محمد بهش وحی گفته میشد و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم. اما بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و آله دیگه این کلمه وحی استفاده نمیشه نسبت به ائمه، و انما الهام استفاده میشه ازش، با اینکه حقیقت الهام با وحی یکیه، فرقی نداره. الا وحیا او من وراء حجاب، چون که کسی با خدا نمیتونه رو در رو باشه، چون که خدا جسم نیست، ما قابلیت نداریم. او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء انه علی حکیم. من وراء حجاب، مانند حضرت موسی که خدا صدا را آفرید برای او. او یرسل رسولا، مانند اینکه جبرئیل را بر حضرت محمد صلی الله علیه و آله میفرستد.